سلام دوستان، به کانال خاله سیما خوش آمدید. مهمون آشپزخونه هاتون شدیم با یه آموزش راحت و خوشمزه دیگه. امروز میخوام پوره سیب زمینی با سس قارچ رو بهتون آموزش بدم. یه غذای متفاوت و سریع آماده میشه و خیلی لذیذه. بچه ها هم این غذا رو خیلی دوست دارن. میریم که با معرفی مواد اولیش کارمون رو شروع کنیم. سیب زمینی متوسط و پوست گرفته شده 2 عدد، کره 150 گرم، سیر 3 حبه، پنیر پیتزا 100 گرم، قارچ 100 گرم، خامه 3 تا قاشق غذاخوری پر، نمک و فلفل به مقدار لازم. معمولا داخل این غذا حتما باید از فلفل سیاه استفاده بشه و یه مقدارم باید تون باشه، بازم بستگی به ذائقه خودتون داره مقدارش. اینیامونو به صورت ورقه‌ای خورد میکنیم، توی ظرف مورد نظری که میخواییم بذاریم آب پز بشه میریزیم و داخلش یه مقدار نمک و یه مقدار فلفل سیاه میریزم. آب سیب زمینیمونم طوری میریزم که تا روی سیب زمینیامونو بپوشونه و آبشو کامل نمیذارم از بین بره. زمانی که سیب زمینیامون پختش، سیب زمینیو بر میداریم، ولی حتما باید داخلش یه مقدار از آبش مونده باشه، چون برای قسمتهای بعدی اون آب سیب زمینیو ما نیاز داریم. اونو بعد از اینکه پوست کندیم هم میتونین رنده کنین، هم میتونین نگینی خیلی ریز خوردش کنین. قارچامون هم اسلایس میکنیم، زیاد ضخیم نباشه، نازک هم نباشه. یه مقدار از کرمونو داخل ظرفمون میریزم. میخواییم سس قارچ آماده کنیم. خب، کرمون که آب شد، قارچ اسلایس شدمون رو اضافه میکنیم. تفتش میدیم. سیب زمینیامون هم که داره آب پز میشه، سیب زمینیامون رو از داخل آبش در میاریم. یه مقدار کره بهش اضافه میکنی. یه مقدار نمک. خب، حالا همه مواد رو با هم دیگه میکوبیم تا یک دست بشه. اینجا کم کم آب سیب زمینی که داشتیم و بهش اضافه میکنیم تا به صورت پوره در بیاد.
یه مقدار دیگه نیاز داره. کورمون داره یک دست میشه. کوره ما آماده است. میریم مراحل بعدیشو انجام بدیم. قارچمون هم کامل با کره تفت خوردش. سیرامونو بهش اضافه میکنیم. سیرم باهاش کامل تفیلیم. فلفل سیاه رو اضافه میکنم بهشون. عطر سیرمون هم کاملا بلند شده. خامر رو اضافه میکنیم. کامل به هم هم میزنیم. بعد از اینکه خامه رو با موادمون ترکیب کردیم و چند تا جوش اینجوری خورد، پنیر پیتزامون رو بهش اضافه میکنیم. حرارتتون سعی کنید زیاد نباشه تا به آرامی بپزید. پنیرمون که کامل آب شدش، حرارت رو خاموش میکنیم و میریم که سروش کنیم. خب کوره ها رو داخل ظرف ها میریزیم، ظرفی که میخواییم سروش کنیم. وسطش باز میکنیم کامل. اینا رو با دست مرتب میکنیم دورشو. سس قارچمون رو میریزیم داخل این حفره که ایجاد کردیم. یه کمی هم سبزی معطر روش میپاچیم. عزیزان، پوره سیب زمینی با سس قارچ ما آماده شد به همین راحتی که دیدید. واقعا لذیذه. حتما درست کنین تا از طعم واقعیش لذت ببرین. اشتراک گذاری فراموش نشه. ما رو به دوستاتو معرفی کنین. تا برنامه بعد و آموزشی دیگر، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار همتون.